وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون. فگفتیم ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکونت گیرید و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. الان این بحث بود که اینها در بهشت قرار گرفتن و در بهشت نهی شدن از اینکه نزدیک بشن به اون شجره، ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. این که این درخت چی بود و این نهی چی بود، چگونه بود، اصل این مسئله خب تفاصیلی داره، روایات داره، ولی همین مقدار به طور خلاصه که گفتن این درخت میتواند انگور باشد، نمیدونم هنته گندم باشد. یا بله. مثلا چه باشد، یا علم آل محمد صلوات الله و سلام علیه باشد، همه اینها آمده، اینا راه دارد، همه اینها امکان پذیره، چون تعلق به دنیا به معنای عمومش، لذا در روایت دارد درختی است که همه این ثمرات ازش در میاد. یعنی اینجور نیستش که یه ثمره داشته باشد، همه همون توجه به دنیا بود که کثرتی بود که انسان بهش توجه کرد، که با توجه به این کثرت به بدنش توجه کرد، تا به بدن توجه کرد و از اون درخت خورد، تعبیر زیبایی که در آیات قرآن چند جای قرآن آمده، بدت لهما سوآتهما، یعنی تا به بدن توجه کرد تازه آدم فهمید که این بدن در حقیقت اون حیوانیت بدن خودشو نشان داد، چون تا حالا تعلق بدن نداشت، نه اینکه بدن نبوده. دقت میکنی؟ بله. بعد مثلا باز مثال بخوام بزنم، کودک وقتی به دنیا آمده آیا در حقیقت اون عورت دارد یا ندارد؟ اما بد نمیبیند، چون اصلا توجه نداره به این. بله. یعنی براش اصلا تا به یه دوره میرسد که دوران تمیزش کم کم میفهمه که عیبه، بده و در حقیقت میپوشاند و حفظ میکند. آدم سلام الله علیه در یک جذبه الهیه بودند که اون جذبه، کودک از روی بساطتش این رو نمیفهمه، آدم از روی جذبه الهیه که آنچنان مستغرق به الهیت بود و آنچنان در حقیقت جذب اون باطن عالم توجه بود، توجه تام به خدا داشت، توجه تامش اصلا منصرفش کرده بود. تا به حالم این توجه محقق نشده بوده. بلد. لذا اولین بار بود که وقتی از اون شجره به اصطلاح که نهی الهی که عرض کردم، هنوز انسان تو زمین نیامده که نهی به اصطلاح خلاف امر الهی باشد. اگر خدا فرمود نخور، دنبالش نمیفهم، اگر خوردی فتشخا، از این به بعد دیگه باید زحمت توجه به بدن، گرسنگی داره، تشخا یعنی سختی، شقا یعنی سختی، سختی یعنی باید با دست خودت از این به بعد کار بکنی.